در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، نگاه باید طرف شرق باشه. این انقلاب عنوانش، یکی از عناوین مهمش، انقلاب نه شرقی نه غربی بود. امروز شرق وجود نداره. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. روسیه ملت خوبی داره، ملت قویی داره، از لحاظ نژادی مردم مستحکمی هم. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. قرآنی با قدمت چندین هزار سال، این هدیه‌ای بود که پوتین برای رهبر انقلاب آورد، گنجینه‌ای بزرگ که همه را شگفت زده کرد. هنوز ساعت این بین سطور به بازخوانی تلاش اختصاص داره که در فضای رسمی ایران برای تولید روایتی جدید از حکومت روسیه در جریانه. تلاشی که دامنه اون از معرفی مسکو به عنوان بازیگر کلیدی نبرد خیر و شر در جهان گرفته تا تحریف زیرپوستی تاریخ مناسبات ایران و روسیه رو در بر میگیره. در پی درخواست کمک نظامی سران منطقه جدایی طلب شرق اوکراین در پاسخ به افزایش تجاوزهای اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح امروز اعلام کرد دستور داده نیروهای مسلح این کشور عملیاتی ویژه را در منطقه دونباس آغاز کنند. وزارت دفاع روسیه بعضی خبرها راجع به اینکه مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفته رد کرده و گفته در این حملات فقط مراکز و زیرساخت‌های نظامی اوکراین نابود شدن. کرملین رسما اعلام کرده زیرساخت‌های نظامی که امنیت فدراسیون روسیه رو هدف قرار داده، نه مناطق مردمی رو مورد حمله قرار میده و هدف اصلیش این است که اوکراین، که رسما هم اعلام کرده آماده دسترسی به سلاح اتمی هست و قطعا امنیت نظام بین الملل رو به خطر میندازه، رو میخواد خلع سلاح کنه. خبرهای متنوعی داره میرسه، اما بسیاری از این خبرها به گفته وزارت دفاع روسیه اخبار جعلی هست و باید اخبار رو از وزارت دفاع روسیه پیگیری کرد. مخاطبان صدا و سیما خبر حمله روسیه به اوکراین رو با عباراتی از این جنس دریافت کردند. شیوه از روایت که جنگ اوکراین رو در عمل در راستای سیاست‌های رسانه‌ای روسیه توصیف می‌کرد. در 18 اسفند 1400 لوان جاگاریان سفیر فدراسیون روسیه در تهران با اشاره به این سیاست‌ها به رسانه‌های ایرانی توصیه کرد در موضوع اوکراین از لفظ عملیات ویژه نظامی روسیه استفاده کنید. این حمله نظامی نیست. استفاده از عبارت عملیات ویژه نظامی در رسانه‌ها، البته در هنگام نقل قول از مقام‌های روسیه یا یادآوری ادبیات اونها در خصوص وقایع اوکراین، عجیب نیست. اما به کارگیری اون در مواقع دیگه انتخابیه که منطقاً از همسویی با گفتمان مسکو حکایت داره. رویه‌ای که مثلا قبل و بعد از توصیه سفیر روسیه در گزارشدهی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از وقایع اوکراین به صراحت مشهود بوده، تا جایی که این خبرگزاری در هنگام نقل مواضع کشورهای دیگه یا حتی خود اوکراین راجع به تهاجم روسیه مکرراً این تهاجم رو عملیات ویژه نظامی یا عملیات نظامی ویژه نامیده. اظهارات مقام اول حکومت ایران در مورد جنگ اوکراین هم با مواضع دولت روسیه همخوانی داشته. این رویکرد در همون نخستین واکنشی که به جنگ نشون داده شفاف بوده. قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن.
در روایت آیت الله خامنه ای از تهاجم نظامی به اوکراین نه تنها هر گونه تقصیر روسیه منتفی بود که اساساً هیچ اشاره‌ای به نام روسیه وجود نداشت. در واقع رجوع به متن سخنرانی ده اسفند علی خامنه ای در سایت رهبر ایران مشخص می‌کنه که در این سخنرانی 20 نوبت نام آمریکا به علاوه یک بار لفظ ایالات متحده و 12 نوبت نام اوکراین ذکر شده، اما کوچکترین ذکری از روسیه صورت نگرفته. روشی منحصر به فرد در تحلیل مبسوط حمله یک کشور به کشور دیگه بدون ولو یک بار نام بردن از کشور مهاجم. استدلال آقای خامنه‌ای که گویی مقصر اصلی تجاوز، تحریک کننده متجاوزه، طبیعتاً در گزارش‌دهی رسانه‌های حکومتی از جنگ هم بازتاب داشته. روشن است که خلف وعده آمریکا و ناتو از یک سو و اظهارات و اقدامات مقامات آنها از سوی دیگر موجب تحریک روانی بیشتر روسیه و ناامیدی این کشور از فرآیندهای دیپلماتیک شده است. حملات گاه و بیگاه توپخانه ارتش اوکراین همچنان ادامه دارد و بسیاری را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است. رئیس جمهوری استقلال طلب دونتسک هم در جمع خبرنگاران داره اشاره میکنه و به شدت انتقاد میکنه از آمریکا و ناتو و تأکید کرد که اگر آمریکا و ناتو اوکراین رو تحریک نمیکردن و یا تجهیزات نظامی در اختیارش قرار نمیدادن این نسل کشی ها اتفاق نمیافتاد. آقای خامنه ای از سوی دیگه در پیامی به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره غیر مستقیم به جنگ اوکراین تصورات خودش رو از تأثیر اون بر آینده جهان آشکار کرد. او در 21 اسفند بشارت داد رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها تشکیل دهنده بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود. نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله حامل مسئولیت‌های ویژه‌اند. شناخت جبهه بندی ها و سفارایی ها و انتخاب موضع درست، مسئولیت کوتاه مدت و آمادگی برای نقش آفرینی در تحولات به سود جبهه حق وظیفه میان مدت آنهاست. استفاده آیت الله خامنه ای از کلیدواژه جبهه حق در اشاره به جنگ اوکراین پس از سخنان رئیس دفترش انجام می شد که بدون پرده پوشی این جنگ رو مقدمه نبرد آخر زمان می دونست. محمد محمدی گلپایگانی در 18 اسفند اعلام کرد در جنگ اوکراین نقشه داشتند تا روسیه را گرفتار کنند، اما رئیس جمهور روسیه آدم زرنگی بود و پیش دستی کرد. انشاءالله این مقدمه ظهور حضرت ولی عصر خواهد بود. بسیاری از دیگر سخنگویان حکومت تا اونجا پیش نرفتند که حمله روسیه به اوکراین رو زمین ساز ظهور توصیف کنند، ولی به وضوح اون رو مقدمه تغییر منطقه و جهان دونستن. به عنوان نمونه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در همون روز تهاجم روسیه به اوکراین با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد تا با یادآوری تهدید ناتو برای کشورها ابراز امیدواری کنه آنچه اتفاق می افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود. همچنین احمد وایزی نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا در 23 اسفند به سایت رهبر گفت مناسبات قدرت در حال تغییر است و کانونهای جدید قدرت در حال شکلگیری است. این اتفاقاتی که الان در سطح جهان می افتد بازارایی مناسبات کشورها و صفبندی هاست. تحلیل 28 اسفند شبکه العالم وابسته به صدا و سیما هم این بود که جنگ روسیه در اوکراین به مثابه گام اجرایی برای اعلام مرحله جدید از نظام جهانی است. اگر این جنگ با پیروزی روسیه به پایان برسد، به معنای آغاز شکلی جدید از نظام جهانی است. هیجان سخنگویان حکومت از حمله روسیه به اوکراین در امتداد رویه‌ای که از سالها پیش در سیاست خارجی ایران جاری بوده. رویه‌ای که تحت عنوان نگاه به شرق معروف شده و عمدتاً به معنی تلاش برای نزدیکی به روسیه و چینه. هرچند در سطحی پایین‌تر نیم نگاهی هم به هند و احیاناً چند قدرت آسیایی دیگه داره. شخص آقای خامنه‌ای در مناسبت‌های گوناگون بر اهمیت نگاه به شرق تأکید کرده. نگاه باید طرف شرق باشه. نگاه طرف غرب و اروپا و اینها برای ما جز معطل کردن، جز دردسر، جز منت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری نداره. باید نگاه اون طرف شرق باشه. در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور،
ترجیح کسانی که ملت‌هایی و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارن بر دیگران، این دیگه از اولویت‌های امروز ماست. یکی از سرسخت‌ترین طرفداران راهبرد نگاه به شرق، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه است که پیش از رسیدن به این سمت دستیار امور بین الملل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بود. در بهمن 99 فاش شد که آقای امیرعبداللهیان تنها در 6 ماه نخست مجلس 11 7 بار با سفیر روسیه ملاقات کرده. به دنبال جنجالی شدن ملاقات‌ها، امیرعبداللهیان گفت مدافع نگاه یک جانبه به روابط خارجی نیست، اما در دفاع از عملکرد خودش استدلال کرد رابطه تهران با پکن و مسکو استراتژیک است. قابل توجه بود که وقتی حسین امیرعبداللهیان به وزارت خارجه رسید و ادعای نگاه چند جانبه در روابط خارجی رو تکرار کرد، با اعتراض حامیان سرسخت‌تر رابطه با روسیه مواجه شد. واکنش اخیر مشخصاً وقتی صورت گرفت که امیرعبداللهیان به شبکه الجزیره گفت ما در سیاست خارجی متوازن رابطه با غرب و شرق را همزمان دیده ایم. بلافاصله خبرگزاری تسنیم سپاه به وزیر تذکر داد که اظهاراتش نشانه عدم دقت نظر کافی در معنای کامل سیاست راهبردی نگاه به شرق. تسنیم در 28 دی 1400 نوشت نباید این برداشت ایجاد شه که اون سیاست صرفاً برای امتیازگیری از غربه، و گوش زد کرد چون این برداشت‌های اشتباهی میتواند مانع پیگیری جامع‌تر و با اعتماد متقابل کامل‌تر درباره نگاه به شرق باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت وزیر خارجه قبلی ایران از میزان اعتماد تهران و مسکو البته به کلی تفاوت داشت. جمع‌بندی محمد جواد ظریف در اواخر دوره خودش این بود که روسیه کوشیده توافق هسته‌ای رو به هم بزنه. حتی به این منظور قبل از اجرای شدن برجام قاسم سلیمانی رو به مسکو دعوت کرده تا نیروهای ایرانی رو مستقیماً درگیر نبرد زمینی در سوریه کنه. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت. روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی دید برجام داره امضا وقتی برجام امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجوری که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. اظهارات محمد جواد ظریف واکنش آیت الله خامنه ای رو به دنبال داشت که به خصوص از بخش های مرتبط با فرمانده نیروی قدس به شدت انتقاد کرد. با وجود این بخشی از واکنش آقای خامنه ای مشخصاً متوجه صحبت های ظریف در موضوع روسیه بود. بعضی از این حرفا تکرار حرف های خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرف های آمریکا. تلاش غربی ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشه. رویکرد آیت الله خامنه ای و معتمدانش به روسیه تلاشی دشوار برای توجیه افکار عمومی رو اجتناب ناپذیر کرده. چون این تلاشی از جمله به این علت لازم شده که از زمان استقرار جمهوری اسلامی ادعای محوری نظام در سیاست خارجی شعار نه شرقی نه غربی بوده. توجیه اصلی سخنگویان نظام در همین ارتباط اون بوده که شعار نه شرقی نه غربی به تاریخ پیوسته. این استدلال به ویژه در مقطع سفر 29 دی 1400 ابراهیم رئیسی به مسکو در دستور کار حامیانش قرار گرفت. در روز ورود آقای رئیسی به مسکو روزنامه رسالت نوشت برای درک سیاست نه شرقی نه غربی امام باید روسیه جدید را شناخت. روسیه‌ای که پس از پیام امام به گورباچوف تغییرات بسیاری کرده است. سرمقاله رسالت با اشاره به منتقدانی که معتقد بود در حال کارشکنی در روابط راهبردی ایران با شرق هستند، توصیه کرد دولت رئیسی فکری برای این جریان ارتجاعی فاسد و کارشکن بکند و به سرعت به سمت روابط راهبردی با شرق برود. سفر سه روزه علی اکبر ولایتی مشاور، به علاوه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه ای در 27 دی تصریح داشت رابطه با روسیه سیاست نه شرقی نه غربی رو زیر سوال نمیبره.
چون روسیه روسیه تزاری یا شوروی کمونیستی نیست. ولایتی سفر ابراهیم رئیسی به مسکو رو بخش مهمی از عملیاتی کردن نگاه به شرق دونست و خدا رو شکر کرد که آقای رئیسی این شجاعت رو داره که بسیاری از سطح ها رو بشکنه. پیش از اون حسین امیر عبداللهیان هم در مناسبت‌های مختلف بر کلیدواژه روسیه جدید تاکید کرده بود. او از جمله در مصاحبه‌ای در 3 مهر 97 تذکر داد باید روسیه پوتین رو متفاوت با اتحاد جماهیر شوروی دونست. یا در 23 اسفند 99 به سایت رهبر گفت نه تنها روسیه پوتین اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق کمونیسم نیست، که روسیه پوتین با روسیه قبل از پوتین هم تفاوت داره. صحبت‌های از این قبیل همسو با تصریحات مقام اول حکومت بودند. خب این انقلاب عنوانش، یکی از عناوین مهمش، انقلاب نه شرقی نه غربی بود. امروز شرق وجود نداره، غرب وجود داره با کمال قوت و قدرت. نه غربی یعنی ما مجذوب غرب نباشیم، تحت تأثیر غرب نباشیم، پذیرای فرهنگ غربی نباشیم. حالا نه شرقی هم همینه، لکن امروز شرقی نیست. نه غربی یعنی این دیگه. غرب کجاست؟ غرب خب آمریکاست، اروپاست. آیت الله خامنه ای البته گذشته از توجیهات متأخر در دفاع از چرخش به شرق، از دیرباز ابایی از ستایش جنبه‌های مختلف هویت روسی نداشته. ستایشی که دامنه اون از تحسین مکرر ادبیات و هنر روسیه تا حتی تحسین نژاد روس‌ها گسترده شده. او از جمله زمانی به کارگزاران نظام گفت غربی‌ها می‌خواستند روسیه کشوری با جایگاهی جهانی در حد برزیل باشه، ولی این اتفاق به دلایل مختلف و از جمله نژاد روس‌ها محقق نشد. نژادی که انگار در نگاه آقای خامنه‌ای برتر از نژاد مردم برزیل بود. اونا می‌خواستن روسیه تبدیل بشه به یه برزیلی، یک کشور دست سوم دنیا. نشد. چرا؟ چون روسیه اولا خب ملت خوبی داره، ملت قویی داره از لحاظ نژادی، مردم مستحکمی هم، بعدم پیشرفت صنعتشون، اتمشون، دانشمندانشون، تحقیقاتشون، خیلی امکانات داشتن. آقای خامنه‌ای در دیدارهای متعدد خودش با ولادیمیر پوتین هم شیفتگی نسبت به روس‌ها رو پنهان نکرده. مثلا او در دیدار 24 مهر 86 با پوتین حکایت کرد تصویر ملت روسیه در ذهن ما تصویر روشن و خوبی است و این به علت مقاومت‌ها و تدابیری است که ملت روسیه در مقاطع مختلف از خود نشان داده. در همین دیدار رئیس جمهور روسیه به آیت الله خامنه‌ای اطمینان داد که مسکو در خصوص همکاری‌های خود با تهران هیچ محدودیتی قائل نیست و در حال آینده بدون هیچ تردیدی در این مسیر حرکت خواهد کرد. این قول همکاری نامحدود در شرایطی بیان شد که مسکو تا اون زمان به همراه آمریکا، قدرت‌های اروپایی و چین به قطعنامه‌های تحریمی 1696، 1737 و 1747 شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران رأی مثبت داده بود. 5 ماه بعد از دیدار علی خامنه‌ای و ولادیمیر پوتین، روسیه باز به قطعنامه تحریمی 1803 شورای امنیت رأی مثبت داد. در واقع مسکو از تایید هیچ یک از قطعنامه‌های هسته‌ای شورای امنیت علیه تهران خودداری نکرد و در سال‌های بعد هم به قطعنامه‌های 1835 و 1887 و حتی قطعنامه بسیار شدید 1929 رأی مثبت داد. این آخری که در خرداد 89 تصویب شد، بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی ایران یا توقیف و انهدام محموله‌های دریایی اون رو در آب‌های آزاد مجاز می‌کرد. جلوی تأسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی رو در خارج می‌گرفت و کلیه فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک رو ممنوع می‌کرد. علی‌رغم اینها آیت الله خامنه‌ای در دیدار بعدی خودش با ولادیمیر پوتین در 2 آذر 94 او را شخصیت برجسته‌ای در دنیای امروز خوند و مواضعش رو در مسائل مختلف خیلی خوب و مبتکرانه توصیف کرد. بعد گفت آمریکایی‌ها همیشه تلاش می‌کنند رقبای خود را در موضع انفعال قرار دهند، اما شما این سیاست را خونسا کردید. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور روسیه با استقبال گوینده در ملاقات دیگری با پوتین در 10 آبان 96 تمجید از او را ادامه داد.
در این جلسه آقای پوتین رو دارای شخصیتی قوی و اهل تصمیم و عمل خوند و افزود به همین علت میتوان با روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ درباره کارهای بزرگ و نیازمند از متلاش صحبت و همکاری منطقی کرد. لزوم گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه را تایید کردند. آقای خامنه‌ای همچنین در ملاقات بعدی با ولادیمیر پوتین در 16 شهریور 97 دیدگاه‌های او را در مورد پرونده هسته‌ای ایران خیرخواهانه دونست و ابراز خوشبینی کرد که همکاری طرفین خطر آمریکا برای بشریت رو مهار کنه. در میان ملاقات‌های آیت الله خامنه‌ای با رئیس جمهور روسیه، دیدار 2 آذر 94 بیش از همه حامیانش رو تحت تأثیر قرار داد، به خصوص به خاطر اینکه در جریان دیدار ولادیمیر پوتین قرآنی رو به آقای خامنه‌ای هدیه کرد. یک روز بعد از این دیدار علی اکبر ولایتی به سایت رهبر گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در طول این 37 سالی که از انقلاب می‌گذرد، ملاقاتی با این کیفیت و با این اهمیت و با این محتوا بنده سراغ ندارم. سپس مژده داد آینده جمهوری اسلامی ایران و روسیه در ابعاد مختلف به یکدیگر گره خورده اند یا در حال گره خوردن هستند. آقای ولایتی به علاوه با تحسین هدیه ویژه آقای پوتین به رهبر انقلاب، اون رو از نسخه های قدیمی قرآن در روسیه توصیف کرد. قرآن مورد اشاره به سرعت به یک تجربه تأمل برانگیز از شیفتگی نسبت به ولادیمیر پوتین تبدیل شد. قرآنی با قدمت چندین هزار سال و متعلق به دوران امویان، یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های موزه آرمیتاژ. این هدیه‌ای بود که پوتین برای رهبر انقلاب آورد، گنجینه‌ای بزرگ که همه را شگفت زده کرد. رئیس جمهور یکی از قطب‌های قدرت جهان بدون هیچ تشریفاتی به محض نشستن هواپیمایش در ایران با یکی از گنجینه‌های تاریخی روسیه به دیدار رهبر انقلاب آمده بود. آنطور که فایننشنال تایمز این اتفاق را پیام روشن روسیه به آمریکا خواند. فایننشنال تایمز در این باره گفت پیام دیدار. همچنین صادق خرازی برادر عروس آقای خامنه‌ای گفت با شناختی که از نسخ خطی داره متوجه شده قرآن خبرساز به لحاظ ارزش تاریخی و مادی یکی از مهمترین و ارزشمندترین نمونه‌های موجود در موزه های جهانه. گسترش احساسات در تهران کار رو به جای رسوند که سخنگوی کرملین توضیح داد قرآن اهدایی یک کپی از یک نسخه اصلیه که در روسیه نگهداری میشه. هرچند حتی این توضیح هیجانات رسانه‌ای راجع به هدیه رئیس جمهور روسیه رو متوقف نکرد. فرایند بازتعریف روسیه در تریبون‌های حکومتی گذشته از دوران ولادیمیر پوتین تاریخ روابط دو کشور رو هم شامل شده، به خصوص تاریخچه متصرفات نظامی روسیه در خاک ایران. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در 28 دی 1400 علناً یادآوری این سابقه تاریخی رو یک مشکل توصیف کرد و ادامه داد ایرانی‌ها هر چه فحش می‌دهند به دوران تزار است، اما با همان استدلال روابط امروز را تخریب و شبیه‌سازی می‌کنند. در اظهار نظری مشابه، صابر اکبری جدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در مسکو نگاه تاریخی به روسیه رو برای روابط دو جانبه مضر دونست. نگاه تاریخی چه به ایران چه به روسیه به نظر من اطراف قضیه رو منحرف میکنه. ما دو کشور در حال شدنیم و این ما رو به هم نزدیک میکنه، چون تجربه های مشترک داریم میکنیم از نظر تاریخی. یه مشترکات بسیار خوبی هم که ما الان داریم اینه که به هر حال رهبری در ایران یک جایگاه ممتازی داره و در اینجا عملاً آقای پوتین نقش لیدر رو داره بازی میکنه، نقش رئیس جمهور خدایی. این اظهارات پس از اون بیان میشد که تلاش برای تلطیف تاریخچه جنگ‌های ایران و روس در متون درسی جنجالی شده بود. در 13 بهمن 98 یکی از فعالان صنفی معلمان با مقایسه چاپ‌های 1397 و 1396 کتاب فارسی پایه 11 تغییراتی معنیدار به نفع روسیه رو برجسته کرده بود. بررسی اون نشون داد که در این کتاب نه تنها عباراتی کلیدی تغییر کردند که جملاتی شاخص به کلی حذف شدند. مثلا این جمله که تبریز این شهر کهن مرکز فرماندهی خط مقدم دفاع در برابر دسترازی‌های همسایه شمالی ایران یعنی روسیه بود، یا اینکه روسیه چشم طمع بر آذربایجان دوخته بود، یا این یکی که نگاه فوزون‌خواهانه و دهشتبار روس‌ها
به فراتر از اینها دوخته شده بود. رویکردی مشابه در روایت تاریخ به نفع روسیه در مجموعه ای از برنامه‌های صدا و سیما هم قابل ردیابی بوده. از جمله گزارش‌های مختلف در مورد تاریخچه روابط دو کشور با محتوای تمجیدآمیز راجع به روسیه و با قلم گرفتن از وقایعی مانند جنگ‌های ایران و روس. ایران و روسیه روابطی دیرین و تاریخی دارند. مناسبات رسمی و دیپلماتیک بین دو کشور بیش از 5 قرن و به عبارت دقیق تر 507 سال قدمت دارد. مناسباتی که هرچند در طول تاریخ فراز و فرودهای بسیاری تجربه کرده، اما به اذعان تحلیلگران هیچگاه به گرمی روابط کنونی نبوده است. از آغاز روابط رسمی و دیپلماتیک ایران و روسیه بیش از 5 قرن سپری می شود. به عبارت دقیق تر 508 سال. در این سالهای متمادی مناسبات دو کشور فراز و نشیب‌های بسیاری به خود دیده است. روسیه امروز اما در برابر یک جانبه‌گرایی آمریکا ایستاده است. کشوری که به عنوان یکی از تعجبی نداره که حکومت ایران به خاطر تنش دراز مدت خودش با غرب متمایل به ارتباط با روسیه باشه. همونطور که غیر منتظره نیست تجربه تحریم‌های هسته‌ای اروپا و آمریکا نیاز تهران به چنین ارتباطی رو با گذشت زمان افزایش داده باشه. با وجود این، رویکرد حکومت به مسکو در سالهای اخیر فراتر از عملگرایی یا مصلحت سنجی متعارف بوده. تا جایی که شاید اغراق نباشه اگر گفته شه که نگاه به روسیه در این مقطع به تدریج به مرز نوعی شیفتگی نسبت به ولادیمیر پوتین و سیاستهای او رسیده. تلاش نهادهای نظام برای بازتعریف روسیه و رهبری اون در میان ایرانیان در حقیقت در چنین پس زمینه ای صورت گرفته. تلاشی که در مقطع جنگ اوکراین به وضوح تشدید شده، اگرچه ظاهراً تا کنون موفقیت چندانی نداشته.